سلام دوستان من سجاد سپهری هستم و این نهمین اپیزود پادکست ایران آکادمی است ما در اپیزودهای پیشین درباره موضوعات گوناگونی صحبت کردیم مرتبط با علوم انسانی و اجتماعی مثل کتابداری اجتماعی هنر و سیاست هوموساکر جنسیت و هویت جنسیتی نیمه رسانه ها و آینده هوش مصنوعی و سکولاریزم با پژوهشگران و استادان مختلفی به گفتگو نشستیم تا،, تا امروز هدف ما در این پادکست گفتگو با اکادمیسیان ها، پژوهشگران اندیشمندان، نویسندگان، مترجمان، هنرمندان و متخصصانی هست که به ویژه کمتر در رسانه های جریان اصلی دیده شدن و در محیط های آموزشی و پژوهشی اروپای آمریکایی مشغول به کار بودند و بر حسب ضرورت به اقتضای محیط و زمینه کاریشون شاید کمتر به زبان فارسی درباره کاراشون صحبت کردند یا به گفتگو نشستند هدف ما در پادکست ایران اکادمیا این هست که بتونیم پلی بزنیم بین مخاطبان فارسی زبان و این اکادمیسین ها و پژوهشگران. پادکست ایران اکادمیا رو میتونید بر روی کانال یوتیوب ایران اکادمیا ببینید مشترک بشید و بر روی بیشتر پلتفرم های پادکست یا به اصطلاح پادکست خان ها دنبال کنید و بشنوید و همواره از تازه ترین اپیزود ها هم با خبر بشید ما در این اپیزود میخوایم روباتیک هوش مصنوعی بازتولید روابط قدرت و های اجتماعی در هوش مصنوعی و مفاهیمی از این دست گفتگو بکنیم مهمان این اپیزود ایران, ایران منصوری است ایران منصوری استادیار علوم کامپیوتر در دانشگاه بیرمنگام انگلستان هست پیشتر پژوهشگر فوق دکترا بوده در دانشگاه اورپرو در سوئد در دپارتمان روباتیکس و جایی که دکترهای خودش رو هم در سال 2016 دریافت کرده علاقمندی های ایران هوش مصنوعی در روباتیک متحرک خودمختار هست برنامه ریزی چند روباتی برای هماهنگی ماشین های سنتی خودروهای سنتی استدلال تلفیقی یا یک پارچه روباتیک و بازنمایی ترکیبی دانش در روباتیک و به ویژه روبات ها و تئوری های فرهنگ جایی که ما بیشتر علاقه داریم راجع بهش باش صحبت کنیم پروژه او در حال حاضر بازنمایی دانش و استدلال در روباتیکس است. در کنار پروژه های دیگری که انجام میده و حتما که راجع به همه این چیزهایی که گفتم الان بیشتر باهاش صحبت خواهیم کرد و ازش خواهیم پرسید خیلی خیلی خوش آمدی ایران جان و از مصاحبت با تا کنون که خیلی لذت بردم خیلی چیز یاد گرفتم و امیدوارم که بتونم به قول علی مشقام خوب نوشته باشم بتونم سوالات خوبی مطرح کنم که هرچی بیشتر از دانشت استفاده بکنیم و به هوش مصنوعی و مسائل و چالش هاش بپردازیم خیلی ممنون که دعوت ما رو به دفتر ایران آکادمی پذیرفتید خیلی ممنون که من دعوت کردین خیلی باعث افتخاره خیلی خوشحال میشم که در این درباره با فارسی زبانه حرف بزنم بسیار خوب برای اینکه یک زمینه سازی کرده باشم ما در اپیزود پنجم در گفتگو با حامد صادقیان استاد دانشگاه آیتوئن به تاریخچه انقلاب سنتی و تحولات هوش مصنوعی پرداختیم و نه من این تاریخچه رو خیلی خیلی سریع و خلاصه یادآوری میکنم برای اینکه موضوع بحث امروزمون خیلی مرتبط میشه با این بکگراند به این با این پیشینه انقلاب صنعتی اول خب حوالی 1750 تا 1850 در طول این یک قرن مکانیزه شدن بود و استفاده از زغال سنگ و بخار ماشین بخار و انقلاب صنعتی دوم که انقلاب تکنولوژیک بوده که در پایان قرن 19 و اوال قرن 20 بوده برمیگرده به اکتشاف نفت و گاز و, و بحث الکتریسیته یا برق انقلاب صنعتی سوم خب همه این انقلاب ها به فاصله های یک قرن از یکدیگر اتفاق افتادن تقریبا و انقلاب دیجیتال که در دهه هفتاد در اوج خودش قرار گرفته انقلاب در واقع مربوط به انرژی هسته‌ای بوده اتوماسیون و کامپیوتر انقلاب چهارم که معروف به انقلاب اینترنت اشیا یا اینترنت همه چیز مربوط به اینترنت هست و فضای ابری بحث سمی ها یا نیمه رسانه ها که در اپیزود پنجم مفصل راجع بهشون صحبت کردیم و راجع به اینکه این محاسباتی که کامپیوتر انجام میده به چه ترتیبی اینا پردازش میشن و این پردازشگرها از سمی ها استفاده می کنن و نقش خیلی کلیدی این سمی ها دارن در محاسبات کامپیوتری و رشد و توسعه در واقع این محاسبات کامپیوتری و راجع به انقلاب صنعتی نوع پنجمی صحبت کردیم که حامد صادقیار اونجا توضیح میداد که با نوعی ادغام هوش مصنوعی و هوش انسانی و بیگ دیتا و اصطلاحی که خودش استفاده میکرد intelligent everything جاییست که میخوایم از همونجا ادامه بدیم این صحبت رو و بپردازیم بهترین زمان هست که بفهمیم اصلا حالا ما فهمیدیم که خب این پردازش اطلاعات انجام میشه معماری دارن این چیپ هایی که در دستگاه های مختلف تو صنعت های مختلف در جاهای مختلف به نوعی به کار برده میشن اما اینکه بفهمیم هوش مصنوعی چیست و بنا بر فهممون از یک یک شناخت کلی که پیدا میکنیم از هوش مصنوعی ببینیم که بر چه منطقی استوار هست، چالش هاش چی هستن و کارورد هاش کجا هستن. فکر میکنم که این مقدمه رو لازم میدیدم بگم که بتونیم یه ارتباطی بین بحث پیشینی که داشتیم توی اپیزود پنجم با این اپیزود برقرار کنیم و دعوت کنم که دوستانی که شنونده این اپیزود هستن اگر اپیزود پنجم رو نشنیدن پیش از این اپیزود اون اپیزود رو هم ببینن بپردازیم به تعریف یا توضیح هوش مصنوعی و اینکه این هوش مصنوعی که خب همه جا میشنویم راجع بهش چی هست دقیقا خیلی ممنون از اون تاریخی که گفتی خیلی بر من جالب بود و به نظر من خیلی مقدمه خیلی خوبی بود برای بحث امروزمون. اگه بخوام سوال این که هوش مصنوعی چیه رو جواب بدم میتونم به تکسپوک بوک هوش مصنوعی کتاب راسل نورویک که معمولا تو اکثر دانشگاه های معتبر دنیا اون کتاب به عنوان هوش مصنوعی مقدماتی ارائه میشه میتونم رجوع بکنم یا میتونم از این شروع بکنم که تعریف دقیقی از اینکه هوش مصنوعی چیه ارائه دادن سخته و تقریبا هیچ دو متخصص هوش مصنوعی وجود نداره در دنیا که کارش هوش مصنوعی بشه و بتونه بگه که اوکی این یعنی هوش مصنوعی حتی چند سال گذشته یه سروی پرسشنامه از یه سری از استادان دانشگاه و محققان هوش مصنوعی خیلی معتبر و معروف توی دنیا انجام شد و و هدف از اون پرسشنامه این بود که تعریف مشخص دقیقی از هوش مصنوعی ازش در بیارن و اون پرسشنامه به جایی نرسید چون دقیقا نتونستن یک مثلا پاراگرافی در بیارن بگن این یعنی هوش مصنوعی چرا این مهمه چرا این همه این توضیح میدم ای تمام اون چیزی که ما توی رسانه ها توی کتاب ها توی فیلم ها توی تاکسی تو همه چی از هوش مصنوعی میشنویم و همه آدما تعریف متفاوتی دارن برداشت متفاوتی دارن این عمل طبیعیه <applause> حتی میون آکادمیسیان ها هم تعریف متفاوتی وجود داره طبیعتا نقطه اشتراکات زیادی هست ولی تعریف مشخصی نیست در نتیجه این گنگ بودنش اساسش خیلی مهمه ولی برگردم به تکست هوش مصنوعی رو به چهار دسته تقسیم میکنه کتابی که گفتم کتاب راسل نورویک بنابراین ما به جای که تعریفی از هوش مصنوعی بکنیم بهتر خصوصیات اصلیش اون در واقع اون دسته های اصلی رو معرفی کنیم درسته دسته اول میشه سیستم هایی که شبیه انسان عمل میکنن تو این تعریف دو تا چیز مهمه یکی سیستم <applause> سیستم یه معمولا به چیزی گفته میشه که پیچی دست اجزای مختلفی داره این لغت مهمه بعدا بهش برمیگردیم که چرا هوش مصنوعی با یک مثلا برنامه کامپیوتری ساده معمولا متفاوته این لغت سیستم مهمه و سیستم هایی که شبیه انسان عمل میکنن از, از اولین بار ایدهش از, از الان تورینگ میاد تورینگ یه آزمایش خیلی معروفی داره که بهش میگن آزمایش تورینگ که هدف اون آزمایش اینه که تشخیص بدن که آیا هوش مصنوعی مثل انسان عمل میکنه یا نه یه دو تا اتاق مختلف وجود داره توی یه اتاق یه آدم میشینه که قراره که این تشخیص رو انجام بده توی اتاق دیگه یه هوش مصنوعی وجود داره یه کامپیوتری که با الگوریتم ها با برنامه های هوش مصنوعی توش برنامه ریزی شده و یه آدمی که تلاش میکنه که اون آدمی که تو اون یکی اتاق دیگه نوشته رو تقریبا گول بزنه بعد با سوالاتی که رد و بدل میشه بین این دوتا اتاق قراره که آدمی که توی اون آدمی که قرار تشخیص بده بگه که اوکی این, آد... این بگه که این آدمه این هوش مصنوعی یا نتونه اگه نتونه در, در نتیجه هوش مصنوعی تونسته گول بزنه بگه که اوکی من تونستم مثل آدم مثل آدم عمل بکنم در نتیجه اتفاق خوبیه هوش مصنوعی برنده شده اون شده به عبارت تورینگ میگه که ز... اون نکته که تورینگ روش ت... تاکید میکنه اینه که بهترین معیار برای اینکه بگیم یک چیزی یک سیستمی یا یک ماشینی هوشمند هست اینه که در, در یک رابطه با انسان بتونه اون فرد رو متقاعد کنه که داره با یک انسان دیگر صحبت میکنه این یک شاخصه ای بوده که تورینگ مطرح کرده برای اینکه ما اون موقع بتونیم بگیم که این ماشین هوشمند شده که آیا این همچه اتفاقی تا کنون افتاده یعنی هنوز این اتفاق تونسته بیفته که واقعا یک ماشینی اون بره خط باشه و آدم ها بتو. چون ما مثلا روی سوشال مدیا این بر اون بره خیلی میبینیم از این روبات هایی که کامیونیکیشن میکنن ولی خب همیشه قابل تشخیصه که ما داریم با یه ربات صحبت میکنیم توی حالت خاص آره این اتفاق افتاده مثلا توی یک کانتکست جنرال اینکه بگیم که یک رباتی وجود داشته یه هوش مصنوعی وجود داشته که بتونه در همه شرایط بتونه انسانو گول بزنه نه ما همچین همچین هوش مصنوعی نه نداریم ولی توی موضوعات خاص داریم من باید ذکر کنم که در اکثر کشورهای دنیا این خلاف قانونه که اگه یک ربات آدمو گول بزنه بدون اینکه بگه من رباتم که فکر می‌کنم اصلا قواعدی هست که باید اون ربات بگه که من رباتم باید بگه من من رباتم ولی نکته ای که مخالفت هایی که با این آزمایش میشه از این از این نظری ای که این آزمایش قابل تکرار نیست کلا توی علم خیلی مهمه که هر آزمایش قابل تکرار باشه چون این آزمایش دقیقا نمیتونه قابل تکرار باشه و بسته با آدمی که نشسته تو اون یکی میتونه تغییر بکنه متخصصین هوش مصنوعی تا الان که من دارم با شما حرف میزنم دنبال یک آزما... یه آزمایش تورینگ هستن یه آزمایش تورینگ جایگزین هستن <applause> دسته دوم هوش اه... مصنوعی ببخشید پیش از اینکه بدید شروع دسته دوم شاید خوب باشه به آلن تورینگ هم یک توضیحات مختصری بدیم که تورینگ بیشتر شناخته بشه آلن تورینگ در واقع یک ریاضیدان منطقدان و دانشمند کامپیوتر و رمزنگار انگلیسی بوده و که فکر می کنم تا پایان همین امسال یعنی 2021 عکسش روی پنجاه پوندی انگلیسی خواهد بود بر اساس تصمیم بانک مرکزی انگلیس او یک فکر می کنم یک فیلمی هست که الان دقیق اسمش یادم نیست فکر کنم ایمیتیشن گیم ایمیتیشن گیم بله بازی تقلید که درباره تلاش اوست برای اختراع ماشینی یک ماشین الکترومکانیکی که بتونه رمزگشایی کنه از ماشین معروف انیگما که توی تمام شاخه های ارتش نازی آلمان در جنگ جهانی دوم ازش استفاده میشد برای رمز نوشتن و پیام رد و بدل کردن که آلن تورینگ در واقع این ماشین رو طراحی کرد و فیلم بسیار تکان هست این فیلم برای خود آلن تورینگ حتی و اینکه چه رفتاری بهش شد از طرفی او این سیستم هایی رو که کار کرد فکر می کنم اگه درست بگم اولین کامپیوتر جهان رو در واقع آلن تورینگ ساخته بنابراین شخصت بسیار بسیار جالبی هست و پیشنهاد می کنم فیلم بازی تقلید رو هم اگر مخاطبانمون ندیدن حتما ببینن چون بسیار جالب هست این فیلم پس آزمایش آلن تورینگ تا اونجا که من متوجه شدم مربوط به اون نوعی از هوش مصنوعی هست که میخواد شبیه انسان رفتار بکنه یعنی به نوعی انسان رو تقلید میکنه بپردازیم به نوع دوم هوش مصنوعی دسته اول بیشتر روی عمل متمرکزه دسته دوم میشه سیستمایی که میخواد شبیه انسان فکر بکنه و خیلی نزدیک به سیستم هایی که برگرفته از کاگنیتیو متد هایی که توی علم کاگنیتیو ساینس علوم شناختی دارد. توی علوم شناختی اونجا مطالعه شده که مثلا یکی از مهمترین و پرکاربردترین متد های هوش مصنوعی که الان استفاده میشه مثل Artificial Neural نتورک یا شبکه های عصبی شبکه های عصبی مصنوعی اه از کاغنیتیف ساینس الهام گرفته شده ولی کلا هوش مصنوعی و کاغنیتیف ساینس دو تا علم متفاوتن از هم الهام میگیرن ولی حتی کنفرانس های علمی جورنال های علمی که وجود داره اینها کاملا مجزا است خیلی تلاش زیادی میشه الان که این این جدایی به هم نزدیک بشه ولی به طور کل ما هنوز نتونستیم متوت که خیلی خیلی معروفن مثلا تو کاغنیتیف ساینس رو بیایم دقیقا تو هوش مصنوعی این این اینجا که من خیلی به شراغ دارم شاید یکم متوقف بشیم خب کاغنیتیف ساینس یا علوم ساینسز یا علوم شناختی یک انقلابی در واقع ایجاد کردن در درک ما از انسان از فرایند مغز از تفکر تصمیم گیریم که بیشتر هم تو هوش 1960 اتفاق افتاده در کل علوم شناختی به مطالعه مغز و تفکر و تفکر میپرزن خب این خیلی مرتبطه با کاری که شما میکنید شما در واقع فرض 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 میکنیم خب شما رشته اصلی کارتون روباتیکس هست و اینکه مثلا رباتایی رو طراحی کنیم که بتونن تصمیم بگیرن بتونن ببینن کامپیوتر ویژن داشته باشن بتونن اشیاء رو تشخیص بدن خب اینا به انواع اقسام مدل سازی ها مواجهه که خیلی هاشون خب توی کاگنیتیو ساینس هم بهشون پرداخته میشه حالا به نوع دیگری ولی در کل کاگنیتیو ساینس یا علم علوم شناختی مغز رو به مسابقه یک کامپیوتر فرض میکنن و ده کلی و خیلی جنرال هدف اصلیش هم علوم شناختی این هست که ببینه مثلا این ادراک چگونه اتفاق میفته توجه مفهوم توجه چی هست حافظه مفهومش چی هست یا لرنینگ یادگیری روند آموزش چی هست زبان چی هست استدلال چی هست و شیوه قضاوتگری ما چی هست و وقتی که شما صحبت میکنید راجع به آرتفیشال اینتلیجنس یا هوش مصنوعی برای من قابل تفکیک نیست این تفکیکی که همین الان ایجاد کردید بین علوم شناختی و علوم حوش در واقع هوش مصنوعی برای من قابل فهم نیست چون من احساس میکنم که اینها خیلی شبیه هم به هم چون که تا اون خب به دلیل علاقه خب بیشتر مطالعاتی که میکنم راجع به کاگنیتیو ساینس یا خب کاگنیتیو ساینس هم البته اینو توضیح بدم که انواع داره و طبعا بخشش زبانشناسی شناختی هست لینگویستیکس هست یا روانشناسی شناختی هست یا مدل, مدل سازی شناختی هست یک شاخه خیلی مهم بشن فلسفه شناختی هست که اصلا راجبه فلسفه یه بخشی از زیر مجموعه از فلسفه تحلیلی هست درباره ماهیت ذهن اصلا فعالیت ذهن ولی تا من متوجه نمیشم که در اون تفاوت چی هست بین کاگنیتیو ساینس و هوش مصنوعی و اگه بتونید یک مثالی بزنید که مثلا من بتونم تشخیص بدم که خب این برمیگرده به حوزه یا زمینه کاگنیتیو ساینس و این فرق میکنه با هوش مصنوعی اگه بتونید با یه مثالی این خلی... خیلی سوال خوبیه من یه تصحیحی میکنم از مقدمه که شما درباره باید سنس گفتین من خودم رشتم کارکتیف سنس نیست اما کاغنیتیف ساینس خیلی بخش زیادی داره همونطور که شما اشاره کردین و فقط یک دستش هست که اون رو به عنوان کامپیوتر یا محاسبه نگاه میکنه حالت های دیگه ای وجود داره که اصلا دقیقا خلاف اینه یعنی وارد دسته های دیگه ای میشه و اتفاقا اون حتی اون دسته های دیگه الان خیلی مورد نظر کامپیوتر ساینتیست ها به دانشمندان و دانشمندان علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی قرار گرفتن ولی منظورتون بخش فنی ترین بخشه در واقع کاگنیتیو ساینس اون جایی که بحث مدل سازی هست احتمالاً مدل سازی های کامپیوتری از مغز احتمالاً اونجا هست که بیشتر مغز انسان رو به کامپیوتر تشبیه میکنند. درسته من سعی میکنم که خیلی در مورد کاگنیتیو سانس نظر ندم ولی حتی قسمت هایی که به نگاه به... حتی تئوری هایی که به رفتار بیرونی آدم ها توجه میکنن تعامل اونها با طبیعتی که توش زندگی میکنن که حتی به اون که داخل مغز آدم چی کار نکنه یعنی شاخه اون حتی اون شاخه از کاگنیتیو ساینس تاثیرات خیلی زیادی داره توی هوش مصنوعی امه. من بعدا اگه بخش شد بهش اشاره میکنم مثلا توی تحقیقاتی که من دارم توی اه، اه، درست کردن الگوریتم هایی که مثلا برنامه هایی که ربات رو با فرهنگ میکنه به اصطلاح از اون متدهای های ساینس استفاده میکنم ولی بحث رو پرکنده نکنیم برگردم به سوال شما که خیلی به نظر من سوال خوبیه و میتونیم دقیقا با یه مثال مشخص کنیم که چه فرقی هست که کوگنیتیو ساینس یا اون مینستریم استریم ساینس یا اون که مغز با حالت کامپیوتر نگاه میکنه و هوش مصنوعی یکی از مهمترین الگوریتم های هوش مصنوعی که اعتمالا اگه دنبال بکنین مثلا مدیا رو اسمش شنیدین بازی گو یا اگه اونو بلد نیستین یه بازی خیلی معروف کره یا بازی شطرنج از بازی شطرنج حل مسئله حل بازی شطرنج یا اینکه یک هوش مصنوعی درست بشه که از یک که بازی کسی که شطرنج بازی کنه ببره سال اگر اشتباه نکنم مثلا 68 از شاید دیرتر از گری کاسپروف که وقتی هوش مصنوعی دیپ بلو برد یه اتفاق خیلی مهمی تو هوش مصنوعی بود این, این اواخر چند سال گذشته وقتی که دیپ مایند تونست یک فرد کره ای که بازی گو که خیلی شبیه بازی شطرنج ولی قوانینش حتی ساده تره رو ببره یه اتفاق خیلی مهمی توی هوش مصنوعی بود ممکنه شنونده و بیاننده شما به بازی گو آشنایی نداشته باشن من شطرنج استفاده میکنم خب همه ما شطرنج بلدیم و فکر میکنیم که خب بازی کردن شطرنج انقدر پیچیده نیست ولی اگر بیایم دونه به دونه حرکت های موجود در بازی شطرنج رو بیایم بشماریم تعداد اونها به اندازه تعداد اتم هایی که در دنیا وجود داره یعنی اگر ما بهترین کامپیوتر هم داشته باشیم یعنی فرض کنیم در 100 سال آینده 200 سال آینده یک کامپیوتری ساخته بشه که خیلی خیلی قوی باشه باز هم ما نمیتونیم تمام حرکت های موجود در بازی شطرنج رو بشماریم بعد برای حل این دو تا کار میتونیم انجام بدیم یکی که نگاه بکنیم که یه آدم چجوری فکر میکنه روش که از مثل توی کاغنیتیف ساینس استفاده میشه یا بیایم روش های دیگه استفاده بکنیم حل این مسئله هیچ وقت دانشمنده که به مسئله توجه کردن به این فکر نکردن که بیان نگاه بکنن که آدم مغزش چجوری کار میکنه وقتی شطرنجه ما اصلا همچین پیشرفتی نکردیم توی کاغنیتیف سانس که بیایم همچین کاری رو بکنیم. در نتیجه به صورت حالا من اشاره میکنم یکی از دسته های دیگه هوش مصنوعی میاد الگوریتم ها یا برنامه هایی رو می نویسه که هیچ رفتی نداره میکنه انسان چجوری فکر میکنه که چجوری بازی بکنه بازی شطرنجو رو چجوری به جای که بشمره تمام اون تعدادی که وجود دارن که گفتم از تعداد اتم های دنیا بیشتره این عدد خیلی زیاده ده به توان خیلی زیاده اصلا اه، نداریم اه، نمیشه, نمیشه مرد. بیاد چه کار بکنه که از همه اونها بتونه بهتر و با کارهای بالاتر اونها رو اون فضای حالت رو چیز بکنه جستجو بکنه پیمایش بکنه تا بتونه که مثلا تو یک سال اگر شما نکمه از سش گری کاسپروف ببره یا این اواخر اون بازی چی میگن استاد خبره دنیای بازی گو که حتی پیچیده تر از شطرنج لحاظ محاسباتی اون رو ببره و اونها هیچ کدومشون از روشهای نبودن که توی کاگنیتیو از... ساینس استفاده میشه از کاگنیتیو ساینس الهام گرفته شده ولی از کاگنیتیو <تصفح> ساینس دقیقا تئوری نیست که کاگنیتیو ساینس بوده از حوش... شبکه های عصبی هوش مصنوعی شبکه های عصبی مصنوعی و ترکیب اونها با اه... که اه... متد های هوش مصنوعی کلاسیک اونها جفتش ترکیب شدن و تونستن بازی گو که میگم یه مایلستونه یعنی یه اتفاق خیلی مهمه توی پیشرفته هوش مصنوعی بس برای که این تفاوت رو ببینم درست فهمیدم یا نه شما دارید میگید که توی بازی شطرنج اگر بخوایم بر مبنای کاگنیتیو ساینس عمل بکنیم باید بریم مغز انسان رو در واقع تحلیل بکنیم و اینکه درک کنیم که انسان چگونه حرکت ها رو انتخاب میکنه و بعد بخوام یه مدل سازی از اون بکنیم و به یک دستگاه ماشینی بیاموزیم که به اون شکل با اون مدل رفتار کنه در حالی که اتفاقی که میفته این نیست اتفاقی که توی هوش مصنوع میفته این هست که از یک مدل در واقع مدلی طراحی میشه که به ماشین یاد میده شطرنج رو چگونه بازی کنه و بعد تلفیقش میکنه با یک مدل های هوش مصنوعی کلاسیک که این بتونه بهترین یا کارآمدترین حرکت رو انجام بده طوری که بتونه یک کسی مثل گری کاسپاروفو رو شکست بده در واقع اونجا یک دیستینکشن و تفاوت یا تمایز بین هوش مصنوعی و کاگنیتیو ساینس ایجاد میشه چون تمرکز کاگنیتیو ساینس اینه که انسان چگونه فکر میکنه ولی لزوما این اون چیزی نیست که توی هوش مصنوعی به کار برده میشه برای اینکه بخواد یک بازی هوشمندانه بکنه آیا درست فهمیدم توضیحتون رو؟ در صد درصد فقط من باید اینجا بگم که مثل هوش مصنوعی تعریف این که چی کاغنیتیف ساینس چی نیست دوباره یک مرز دقیقی وجود نداره بخاطر اینکه اینا همه از هم الهام گرفتن از هوش مصنوعی برای های هوش مصنوعی برای بهتر فهمیدن متد های کاگنیتیو ساینس استفاده شده یا بلعکس, در نتیجه خیلی سخته که ما بیایم کریستال کلیر یعنی خیلی مرز دقیقی بذاریم بگیم که اوکی اینجا هوش مصنوعیه کلاسیک اینجا هوش مصنوعی غیر کلاسیکه یا مثلا برای همینه که میگن که خب هوش مصنوعی به ما کمک میکنه که شناخت بهتری از تفکر انسان هم پیدا بکنیم یعنی لزوما این نیست که شناخت ما از تفکر انسان باعث پیشرفت هوش مصنوعی میشه ده ده. پیشرفت هوش مصنوعی هم به ما ایده های تازه تری میده برای شناخت تفکر ده ده ده. انسان بسیار عالی شاید خوب باشه که از اینجا پول بزنیم به یک موضوع دیگری که ذهن منو مشغول میکنه و اونم واژه الگوریتم هست چون تا اینجا با هر کس که صحبت میکنیم یا توی سوشال میدیا همه جا راجع به این موضوع صحبت که میشه صحبت از سخن از الگوریتم میشه ولی خب برای منی که ریاضیات نمیدونم ممکنه واژه خیلی واژه عامی هست خب ممکنه خیلی عامون هم استفاده کنیم و اشارهمون هست به یک چیز پیچیده یا به یک مجموعه ای از عملیات ریاضیوار منطقی که یک خوب مثلا نتیجه ای می میده ولی دقیقا نمیدونیم که یعنی شاید بهش به ذهنمون نزده باشه چون خیلی از این واژه استفاده میشه مخصوصا معنای فرهنگی قضیه که الگوریتم چی هست فکر می کنم این مقدمه خوبی باشه برای اینکه بتونیم بپردازیم به شن... به اینکه کلا هوش مصنوعی چی کار میکنه و چه جوری دستگاه یا ماشین های هوشمند عمل میکنن تا اونجایی که من میدونم الگوریتم خود, خود واژه که توی یکی از اون ریشه شناسیاش هاش که برمیگرده به الخارزمی یا خارزمی بهش خارزمی هم میگن چون که اساسا این واژه در ترجمه یکی از کتاب های خارزمی بوده و اصلا کلمه کلمه خارزمی هست کتابی که خارزمی نوشته راجع به اعداد هندی فکر میکنم که منظور این بوده که ترجمه بشه که کتاب اعداد هندی از الخارزمی که الخارزمی ترجمه شده به الگوریتم و این واژه خیلی مسیر متفاوتی طی کرده و خب ریشه های مختلف براش در نظر گرفتم ولی خب برای من خیلی جالب بود که که یک رابطه تن تنگاتنگی بین این واژه و خارزمی هست اما الگوریتم چیست چی هست من فهمه که ساده ای که من از الگوریتم دارم اینه که هر الگوریتمی در واقع یه سری شرایط و معیارها داره که یکیش اینه که یک ورودی داره و یک خروجی و اینکه یک الگوریتمی باید هیچ یا حداقل یه پارامتر ورودی داشته باشه که خیلی مشخص و روشن باشه بپذیره و بعد یک نتیجه در واقع یک خروجی حداقل از یک کمیتی به عنوان خروجیش تعریف شده باشه نه که میشه مثلا نتیجه اون عملیات یا پر... نمیدونم چی بهش میگن محاسبات و یه قطعیتی درش هست اون قطعیت هم این هست که شما وقتی دستورهایی رو برای اون الگوریتم تعریف میکنید بعد این دستورها دقیق و بی باشن به اصطلاح و اینکه این مثلا فرض کن دستوری نظر اینکه مثلا مقدار 6 یا 7 رو به X اضافه کن دستور مشخصی نیست و بی نیست چون مشخص نیست بالاخره هفت رو باید به ایکس اضافه کرد یا 6 رو اضافه کرد منظور این که باید در دستورهایی که در یک الگوریتم تعریف میکنیم یک بیان روشن و دقیق و بی ابهام داشته باشیم این درکی هست که من از الگوریتم دارم و به اضافه اینکه الگوریتم محدودیت داره یعنی برای اینکه یک الگوریتمی کارآمد باشه باید یه شروع و پایان مشخصی داشته باشه این چیزی هست که من میفهمم از الگوریتم اگر ممکنه یا اشتباهی تو این فهم من هست رو تصحیح کنید و اگه بتونیم بیشتر بهش اضافه کنید و درک بهتری پیدا کنیم از اینکه این الگوریتم چی هست و چه کاربردی داره خیلی ممنون بر من سخت بود اگه میپرسیدین از اول من تعریف الگوریتم بگم از اون لغت هایی که آدم استفاده میکنه حتی همین الان من تو این بحث ده دقیقه یه رو بمون هر چقدر بود یا گفتم الگوریتم بدونه که فکر کنم که باید توضیح بدم خیلی ممنون من فکر کنم که توضیحی دادین خیلی توضیح خوبی بود چند تا نکته رو میاداش کردم که در موردش توضیح بدم یکی مسئله این که گفتین یه سری دستوراته که به الگوریتم داده میشه باید قطعیت داشته باشه مثلا توی روباتیک یه ویژگی خاص یک ربات اینه که توی محیطی عمل میکنه که پر از عدم قطعیته مثلا فرض کنین مثلا زیادی روی ربات کار میکردم که بعد روی توی معدن کار بکنه بعد محیط اون معدن پر عدم قطعیته چون قراره که مثلا فرض کنین یه کارگر معدن چیکار میکنه مثلا چکش میزنه باز میکنه ربات هم دریل میکنه باز میکنه و نمیدونه چه اتفاقی میفته ممکنه همه چی روش بریزه یعنی باید دستوراتی که بهش میدیم اینه که چیکار بکنه که یک ربات با اون عدم قطیت ها تصمیم درستی بگیره بهترین تصمیم رو بگیره موقعی که با عدم قطیت مواجه, یا آن... میشه. مواجه میشه و این عدم قطیت سورس های مختلفی داره یعنی میتونه از چیزهای مختلفی ناشی بشه مثلا اینکه اگه یک ربات اول باید ببینه که تشخیص بده که ای این ریخت رو سرش اول باید این مفهوم رو بفهمه که ریخته نه تنها بفهمه اول باید ببینه دیدن این یه مسئله خودکاره دیگه یعنی این که آیا درست تشخیص میده که این خاکی که قبلا وجود داشته یا الان ریخته یعنی این تشخیص چندین مرحله داره و همه اینا عدم قطعیته میخواستم اینو بگم که تو توضیح شما توضیح شما درست بود ولی باید دستورات قطعی به ربات داد که بتونه با عدم قطعیت کنار بیاد, کنار یعنی بیاد دقیقا. و من میگم دستورات خیلی لغت همینجوری الان بهش فکر کنم لغتیه که درسته چون مثلا ساده ترین الگوریتمی که یک نفر میتونه بهش فکر بکنه میتونه Uh, همه ما از الگوریتم استفاده میکنیم تو روزمره فرض کنیم میخوام یه بچه یاد بدیم که چجوری چای درست بکنه بهش میگیم برو اولا بستگی به فرهنگی داره که چای درست کردن داره ولی توی فرهنگ خاص مثلا قوری رو بردار کتری رو بردار آب و پر بکن گاز رو این درجه بتا یه ترتیبی داره این میشه الگوریتم یه ورودی داره این ورودیات از اجسامیه که توی این پروسه استفاده میشه زمان بندی و خروجیش چاییه که ما میخوریم خب ولی این خیلی ساده است دیگه چون که ما تمام اون مرحله رو دیکته میکنیم ولی مثلا توی شطرنجی که من مثال زدم ما هیچ کاری وقت نمیتونیم کارو بکنیم چون اون تعداد بی نهایت یعنی به تعداد <applause> گفتم از تعداد اتم های موجود در جهانم بیشتره اونجاست که الگوریتم پیچیده میشه اون چیزی که گفتین که آد... که وقتی میخوان در الگوریتم بزنن فکر میکنن چیز پیچیده است چای درست کردن الگوریتم ساده ای داره ولی چه الگوریتمی ب... بنویسیم که بتونه گری ببره اون دیگه پیچیده است چون ما مم. نمیتونیم دونه بدونه همه اون حالت رو بشماریم باید بگیم میون همه حالت چجوری چه جوری پیمایش بکن که بهتر هر مرحله بهترین حرکت شطرنج استفاده بکنه ب... بنابراین درسته که من به این نتیجه برسم که در هوش مصنوعی همواره ما مجموعه به هم مرتبطی از الگوریتم های مختلف رو به کار میگیریم همواره نه یعنی میتونیم هوش مصنوعی باشه که خیلی ساده, ساده, باشه. باشه ولی لزو ولی معمولا هم میگنم بحثی که اول گفتم یه سیستمی از الگوریتم هایی که به هم اه. مربوطن و خیلی ادغام شدن و خیلی هم به هم وابستن هم پیچیدن و پیچیدگیشون دقیقا به خاطر وابسته بودنشون و تعدادشون و این, این اینه که پیچیدش میکنه خیلی زیاد شاید جالب باشه من وقتی که تازه متوجه شده بودم که تازه به علاقمند شده بودم به اینکه بفهمم هوش مصنوعی چی هست رو یک تدتاکی رو نگاه کردم که یک متخصصی هوش مصنوعی داشت توضیح میداد که هوش مصنوعی چی هست و, و, و اینکه مثلا چگونه عمل میکنه یه توضیحی میداد میگفت که هوش مصنوعی دقیقا اون کاری رو میکنه که شما بهش گفتید بکنه و بعد طوری توز... خیلی مثال جالبی میزد میگفت فرض کنید که اه... یک آدم رو بهش معرفی میکنید میگید این یه آدمه دوتا دست داره ب... تن داره پا داره سر داره و این آدم در نقطه آ ساده اگه من به هوش مصنوعی بگم این آدم رو برس... ببر به نقطه ب که مثلا یک متر فاصله داره ازش خب هوش مصنوعی اگه همین بهش توضیح داده باشم هوش مصنوعی میگیره سر اون آدم رو برمی داره جدا میکنه از تنش یا همه اجزاء بدنش رو جدا میکنه از هم بعد میره دوباره میچینه اونجا یا نه یک با سر میندازتش روی نقطه ب چون کوتاه‌ترین مسیر رفتن اون آدم از نقطه آ به ب این هست و بعد توضیح میداد که خب هوش مصنوعی چون که دیتای کافی نداره همون قدری تا شما بهش دادید و شما یک عمل ساده رو ازش خواستید همون قدری که همون حرفی رو که دقیقا بهش زدید برای شما انجام میده بدون اینکه در نظر بگیرید که این آدم زنده است و باید راه بره برای همین تمام جزئیات این آدمی ای رو که براش تعریف میکنید اگر توضیح ندید اون آدم رو به جای اینکه مثلا بهش راه بره برسوندش به نقطه ب با سر می نزدش روی نقطه ب این خیلی برای من یعنی برای من بهترین مثال بود که بفهمم منظور از این که شما باید داده کافی بدید به ماشین هوشمند و اینکه شما باید الگوریتم های مختلفی تعریف بکنید برای عملیات های مختلفی که این ماشین باید انجام بده برای من خیلی مثال دیدنی بسیار جالبی بود خیلی مثال خوبیه من تشکر میکنم که این مثال رو دادین ولی یه, یه فرضی داره اینکه داده کم بوده در نتیجه یه پیامد ناگوار داشت. ناگواری داشته ولی این به این مفهوم نیست که ما اگه داده زیادی بدیم حتما پیامد ناگواری داشت. نخواهد, داشت. این،, این دقیقا چیزی که من خیلی دوست دارم امروز در موردش بحث بکنم هوش مصنوعی رو خیلی از آدمایی که به هوش مصنوعی کار نمیکنند بیشتر با سیستم های یادگیری ماشین یا یادگیری ماشین عمیق میدونن و خیلی چیزی که شما در اول بحثتون بهشون اشاره کردین با بیگ دیتا دیتا های خیلی زیاد این دوتا لغت خیلی با هوش مصنوعی درامیخته است درامیخت به این مفهوم نیست که همه آدم هایی که هوش مصنوعی کار میکنن در این حوزه کار میکنن من جمله خود من ولی خیلی این موضوع درامیخته است بعد توی بیگ دیتا اسمش روشه یک عالم داده وجود داره و فرض کنیم که ما قراره که یه تصمیم گیری بکنیم که در در مورد ب... نمیدونم حالا به سال خاص میزنم تصمیم گیری مهمی بکنیم که بر زندگی آدم های زیادی تاثیر داره و داده باید بیاریم داده که تو اینترنت یک عالمه ما داده داریم بحث بیگ دیتا اینه که خب الان اصلا چرا هوش مصنوعی انقدر داغ شده به خاطر اینکه حجم عظیمی از داده ها وجود داره و اون داده ها نشان دهنده ای از آنچه که در اجتماع اتفاق میفته اجتماعی که توش نابرابری هست جنسیت زدگی هست راسیست هست و همه این حرفها خب ما همه این داده هایی که توش همه, همه این چیزها هست واقعیتی از جامعه ما هست رو بدیم به کامپیوتر تصمیمی میگیره که اون نابرابری ها اون راسیست اون جنسیت ها دیگه، همه اونها رو باستولید میکنه باستولید. و دقیقا اینجاست که بحثی که ما اول بهش اشاره کردی که باستولید این قدرت باستولید این نابرابری ها توسط هوش مصنوعی خیلی چیز پیچیده ای نیست داده ای که ما دادیم داده ایه که نماینگر جامعه ایه که توش زندگی میکنیم و اینجاست که ما باید مکس بکنیم در مورد الگوریتم های هوش مصنوعی استفاده هایی که میشه و پیامت های خاصه یا نخواسته ای که داره مفهوم مسئولیت مفهوم برابری مفهوم و همه اینها یه میاد وسط وسط تمام آنچه که ما سالیان سال در حوزه های اجتماعی و فلسفه خوندیم در همین نقطه وارد ماجرا میشه و فقط به خاطر این نیست که ما داده های خیلی زیادی داریم اصلا فرض کنیم که ما تو همون مثالی که شما زدین یه نفره که میاد یه سری قانون رو برای کامپیوتر می نویسه ورودی های اون الگوریتم رو حتی خیلی ساده وارد میکنه من نوعی اگه آدمی هستم که جنسیت زدم من نوعی اگر آدمی هستم که حساس نیستم به باستولید روابط نابرابر اقتصادی و قراره که یا هر بایاس دیگه که ممکن داشته باشم این منم که میام اون قوانین رو مینویسم به عبارت شما میگین الگوریتم های مستقل نوترال مثلا دقیق چون که معمولا یک،, یک کلیپ برای من فرستادید از نویسنده کتاب اصل سلاح های ریاضیات سلاح کشتار جمعی سلاح کشتار جمعی ریاضیات, یا ریاضی. یعنی همچین اسم،, اسم،, اسم کتابش بسیار تحریک کننده است این کتی اونیل کتی اونیل مثال خیلی جالبی میزنه از اینکه مثلا من وقتی آشپزی میکنم اون آوتکامی که من اون خروجی که من انتظار دارم از غذایی که دارم برای پسر کوچولو مثلا درست میکنم اینه که سبزیجات کافی توش بوده باشه ولی خروجی مطلوب پسر من اینه که نوتلای زیادی توی غذاش باشه در نتیجه این که کی داره این الگوریتم رو مینویسه و با چه درکی از موفقیت از سکسس یا موفقیت ای یک الگوریتم که معنی کارایی اون الگوریتم هست تصوری که از اون خروجی داره تعیین کننده اون الگوریتم هست تعیین کننده نتیجه اون الگوریتم هست در نتیجه حرفش اساسا این هست که الگوریتم ها رو ما می نمیسیم. انسان به شدت در این الگوریتم ها درگیره که منو یاد چیز انداخت مثالی که یکی از استادان دانشگاه آمستردام که من به تازگی باش آشنا شدم و خیلی کار جالب و جذابی انجام میده سینایی که فامیلش خیلی سخته بر من تا که تلفظش کنم فکر میکنم سنای خبراییب که فکر میکنم اریتریی باشه خودش خب در انستیتوی ای اینفرماتیکس دانشگاه آمستردام کار میکنه و استاد هست و روی آموزش و روی هوش مصنوعی و سیستم های اجتماعی کار میکنه توضیح میده که چرا انگیزش شده که روی این موضوع کار بکنه که میگه وقتی که من داشتم از دانشگاه آمستردام با تعدادی از همکارانم بعد از ساعت اداری خارج میشدم در ورودی دانشگاه سیستم مجهز به تشخیص چهره بود داشت و این در اتوماتیک وقتی که همکاران من میخواستن برن بیرون حرکت میکرد این در چرخان که بتونن برن بیرون بعد یکی یکی همکاران من که همه سفید پوست بودن بیرون رفتن وقتی که به من رسید در متوقف شد در متوقف شد و من چون کارم الگوریتم هست متوجه شدم که یک اشکالی در الگوریتم این سیستم هوشمند هست که و دیت هایی که بهش ارائه شده که این در نمیتونه تشخیص بده که من هم یک انسان هم و این برای من بهترین مثال بود که درک کنم به چه معناست وقتی که میگیم هوش مصنوعی میتونه روابط قدرت رو یا برابری های اجتماعی رو باز تولید بکنه خیلی ممنون میشم اگه بتونیم در جزئیات چند مثال مشابه این و توضیحات کاملتری درباره این بازنمایی یا بازسازی این روابط قدرت بدیم مثال خیلی زیاده ولی من سعی میکنم که دو تا مثالی که برای خودم خیلی جالب بود بیارم هم که شما داشتین توضیح میدادین شفیم کردم که کدوم از این همه مثالی که وجود داره بزنم و این, چرا با وارد این چرا دارم ذهنمو میگم برای شما اینکه خیلی بده که انقدر مثال وجود داره که من هیچ مشکلی ندارم برای پیدا کردنش و دقیقاً اهمیت همون این, همون چالشی که داریم راجع بهش صحبت میکنیم دقیقاً این اهمیت این موضوع رو نشون میده که چرا یه تحقیقی که تو یکی از معتبرترین کنفرانس های کامپیوتر uh, ویژن یا تشخیص خودکار تصویر منتشر شده این که از پیشرفته ترین الگوریتم که قرار توی ماشین های خودکار یا استفاده ماش... بشه برای تشخیص آد... آدم, ها... آدم, ها... آدم, ها... آدم ها یعنی غیر از ماشین ها از اون الگوریتم ها اومدن نگاه کردن ببینن که چقدر دقیقه چقدر آدم ها رو تشخیص میده خب خیلی مهمه دیگه حتما به آدم تشخیص بده که بیسته بعد دیدن که بین زنا و مرد و بچه ها بچه ها رو با دقت خیلی کمتری تشخیص میده علتش چی بوده؟ اینه که داده هایی که برای اون الگوریتم تشخیص چهره یا تشخیص بدن انسان فراهم شده برای اون الگوریتم بیشتر افراد بزرگ سال بوده و بچه ها معمولا قد کوتاهتری دارن مثلا شکلک میارن, شکلکتر میارن. دقیقا یعنی حالت, نه حالت, استانداردی که اون الگوریتم یاد گرفته بوده از اطلاعاتی که برای اون کامپیوتر فراهم شده از اونها خارج بوده و خب این نتیجه خیلی ناگواریه چون این بشر میخواد که ماشین ها رو بدون ماشین ها رو خودکار بکنه از اخ... انسان از قدرت انسان میاره بیرون بعد ترجمه حرفی زدم چیه اینی که با احتمال خیلی بالاتری بچه رو زیر میگیره تا آدم بزرگ سالو. این تازه این مثالی که زدم مثال راسیستی یا مثلا جنسیت زده ای نیست اما بخوام مثال راسیستی بزنم و بعدا حتما به, منو به من یادآوری کنید که یه مثال هم که توی ایران الان استفاده میشه رو بزنم ولی قبل از اون دلم میخواد یه مثالی بزنم که توی آمریکا استفاده میشه برای اینکه توصیه بکنن به قاضی ها برای اینکه حکم زندان بدن به آدم ها این اینطوریه که برای این حکم زندان بدن خیلی مهمه که آدم که قراره بر زندان چقدر احتمال داره وقتی که میاد بیرون دوباره جرم مرتکب جرم. جرم بشه الگوریتما نوشتن که داده‌ای که وارد این الگوریتم ها میشه وسته داره به اینکه کجا زندگی میکنی، پدر یا مادرت که بودن، آیا پدر و مادرت وارد زندان بودن، برای چه ماینورتیت رنگ پوستت چه و همه این حرفا. بعد میتونید تصور کنین بدون هیچ سختی که مثلا یه منطقه ای که توش نابرابری های اقتصادی توش زیاده یا اینکه آدم های فقیرتر زندگی میکنن احتمال بالاتری وجود داره که آدم ها اونجا جرم منتقب بشن در اون ناحیه عددش برای جرم خیزی میره بالا در الگوریتم نگاه میکنه اوکی این آدم از این منطقه است در نتیجه یه, یه عدد بالاتر البته الگوریتم از این چیزی که من میگم پیچیده‌تر عمل میکنه ولی نتیجه نتیجهش همینه. همینه یا نگاه میکنه که اگه پدر مادرش وارد زندان بودن در نتیجه یه نمیره بالا چه اتفاقی میفته این که تو فقط به خاطر اینکه تو اون محل زندگی کردی رنگ پوستت احتمالا سیاه بوده زندان بیشتری میگیری ولی نکته که این بعدی این قضیه این نیست که فقط ناعادلانه است برای اون طرف بلکه باز تولید میکنه همین اتفاقات تو اگر به طور ناعادلانه بیشتر از زمانی که قرار به جرمت زندان باشی طبیعتا اون تاثیر میذاره بر خانوادت و واقعا احتمال این که اگه بچه تو دوباره مجرم بشه واقعا میره بالا یعنی نه تنها تو, تو کپی کردی اونو بلکه کمک کردی که قوانینی که تو براش تصمیم گرفتی دوباره پابرجا باشه و همینطور این لوپ معیوب به اصطلاح ادامه پیدا میکنه و این واقعا فاجعه و آدما وقتی در مورد الگوریتم ف... حرف میزنن میگن که خب خیلی پیچیده است نه این اصلا پیچیده نیست این دقیقا همون به همین سادگی که من توضیح دادم اه... ما باید این لغت پیچیده مخفی سیکرت وار از الگوریتم بکشیم بیرون بتونیم اونا رو توضیح بدیم که از یه همچین فجایی خودداری بکنیم توی مثال ایرانش اه... جدا از این که اه... اه... ما در مورد سیستم سرکوبگرانه نسبت به هجاب و اینا چی فکر میکنیم ولی ایران میاد برای اینکه آدم های بی هجاب تشخیص بده یه عالم داره. یکی از مکانیسمش اینه که از عکسایی که از توی خیابون میگیره رو بار الگوریتم های تشخیص خودکار میکنه و نگاه میکنه رو اون ها مثلا کیا رو سری نداره. بعد بعدا متوجه شدن که خیلی از آقایون حتی اسمس میگیرن که شما کشف اجاب کردین حالا چرا؟ چون مثلا موه بلندی داشتن بعد این, این توی چند مرحله مشکل داره یکی اینکه خب اصلا کل این تکنولوژی وارد یه دستگاه سرکوبه یعنی برای یه دونه عملی ساخته شده که عمدتا سرکوبه خیلی سخت میشه کسی ازش حمایت بکنه ممکنه یه نفر به راحتی از اون قضیه یه. که من در, در, مورد آمریکا توضیح دادم دفاع کنه چرا میگه که بازنمایی آنچه که در جامعه اتفاق میفته از اون چه اشکالی داره ولی تو کیس ایران خیلی سخته یه نفر بیاد دنبال بکنه یعنی حمایت بکنه و بگه این کار درسته و حتی تو همون مرحلهش هم الگوریتم به شدت معیوب, معیوب و پر از هست. <applause> پر از خطا هست فهم کنم مثال های متنوعی راجع به این میشه پیدا کرد الان که توضیح دادید خیلی برای آدم روشن میشه که خیلی جاها پس این موضوع صدق میکنه و این اروری که توی این الگوریتم هست که ناشی از در واقع کپی کردن یا باز تکرار همون پترن ها همون الگوهای رفتاری یا بینش اون کسی که الگوریتم رو نوشته یا معیارهایی که اون الگوریتم بر اساس اون تعریف شده مثل مثلا مثالی که باز توی سخنرانی کتیونیل بود درباره سیستم آموزشی آمریکا که برای تشخیص صلاحیت معلمان یک الگوریتمی تعریف کردن که اگر دانش آموزان نمرشون افت میکنه از یک سالی به سال دیگه این معید این هست که معلم کارش رو درست انجام نداده و بعد این اساسا یک روش بسیار مسخره و احمقانه است یه الگوریتمی است که به شکل احمقانه ای عمل میکنه چون علت افت تحصیلی یک دانش آموز لزوما ربطی به شیوه تدریس معلم نداره و اتفاقا رابطش با فقر خیلی جدیتر از رابطهش با سیستم آموزشی است بنابراین این مثالا منو به این پرسش میکشه که خب ما متوجه شدیم که این الگوریتم ها میتونن بازنم بازنمایی یا بازتولید روابط قدرت بکنن بازتولید نابرگاری های اجتماعی بکنن بایاس باشند و مثل مثلا مثال دیگری که توی از آمازون میزنند که یک رباتی که تشخیص میخواد بده که سی ها یا اون رزومه آدم ها رو بررسی کنه متوجه شدن که بعد از این مدتی شروع میکنه به حذف همه زنها علتش هم این بوده که این داره اون پترنی که قبلا اتفاق افتاده که خب مفهوم موفق یا الگوی موفق اون الگوی اون مردی بوده که توی جاهای مشخصی درس خونده یا مثلا در, هر در یک بازی زمانی مشخصی ارتقاء درجه پیدا کرده و در نتیجه هیچ زنی شامل اون الگو نمیشه و بعد میبینی که اون اون شروع میکنه به باز تولید همین همین الگوی معیوب در مثلا انتخاب چیز کارمند من به این سوال میخوام برسم که خب این الگوریتم ما فهمیدیم که اولا که انسان درش خیلی دخالت داره اینطوری نیست اون تصوری که از کامپیوتر میشه به عنوان یک چیزی که خیلی دقیقه و خیلی به, به این معنی نیست که هر چیزی که دقیق هست لزوما عادلانه نیست این اینم باز میشه راجع بهش صحبت کرد چون مسلما طبق اون دیتایی که شما وارد کردی و اون الگوریتمی که نوشتید پاسخ دقیق دریافت میکنید ولی آیا این پاسخ دقیق لزوما اون چیزی است که ما باید دنبالش باشیم یا نه عادلانه بودن و درست بودن به معنی اخلاقی کلم است که ما باید مثلا در باشیم این سوال رو میخوام بپرسم و اینکه چه مکانیزمی وجود داره و چگونه باید مطمئن شد که این باز تولید روابط قدرت اتفاق نمیفته یه نکته که خیلی دوست دارم بگم تو مثالی که شما در مورد چیز بحث این که رتبه بندی معلم ها توی آمریکا و مثال های مشابهش تو کشور دیگه وجود داره تو انگلستان به خاطر کووید 19 وقتی که مدرسه ها بسته شد و نمیتونستن امتحان کنکور سراسری رو برگزار کنن اینا اومدن پیش بینی کردن که هر, هر دانش آموزی چه نمره قرار بگیره و این پیش بینی مخلوطی از اون نظر معلم بود و اینکه کدام کدوم مدرسه درس میخونن و خب مثلا یه سری مدرسه معمولا چون که جا مثلا خصوصی ان جای بهتری هن. پیشبینی بینی بهتری با توجه به سالهای گذشته و اتفاقی که افتاد این بود که یه خیلی آدمای خیلی زیادی عصبانی شدن تمام مثلا تظاهراتای برگزار شد گفتن که ما نمیخوایم پست کد پستیمون سرنوشت ما رو تعیین بکنه چون مگه اگه توی مدرسه فقیر نشینم بر اساس داده های سال گذشته میاد مثلا پیش بینی میکنه که من مثلا نمره هم کمتره در حالی که من درسم خوبه توی مدرسه فقیر نشین بعد <applause> یه نکته شباهت این مثال با مثالی که در مورد رتبه بندی معلم ها زدین یا مثالی که من دادم این همه اینا اینه که یه پارامتر خیلی ساده ایه که قرار یه تصمیم خیلی پیچیده ای بگیره چرا تصمیم پیچیده اینکه یه نفر چقدر احتمال وجود داره که دوباره از زندان بیاره بیرون خیلی پیچیده است به یه عالم عوامل محیطی یه مختلف وجود داره به مسائل سیاسی جهانی ممکنه وجود داشته باشه اینکه یه نفر نمرش چجوری میشه بستگی به حال روزش داره بستگی به شب قبلش مثلا تو خانواده چه اتفاقی افتاده و غذایی که خورده غذایی که خورده خیلی و اینکه خب مثلا مکانیزم هایی که به خاطر کووید 19 به همه ساختارهای اجتماعی به هم خورده هم این این پیچیدگی ها رو دانشمند هایی که رو حوزه حوزه هوش کار میکنن میخوان با یه تکنولوژیکال دترمینیزم جبرگرایی تکنولوژی که فکر میکنن جبر. تمام مسائل پیچیده اجتماعی رو قرار بیان با ساده سازی محاسبه محاسبه کامپیوتیشنال uh, ریداکشنیسم uh, تقلیل گرایی تقلیل دو. گرایی محاسباتی بیان مسئله حل بکنن یعنی اینکه این مسئله پیچیده رو ما ساده می کنیم یه سری پارامترایی که ما فکر میکنیم مهمه مثلا اینکه کجا زندگی میکنی از توش در میاریم و قراره یه مسئله پیچیده uh, uh, پیچیده اجتماعی uh, یا سیاسی یا فرهنگی حل بکنیم. رو حل یعنی این دوتا خیلی مهمه اینکه ساده سازی میشه و اینکه فکر میکنین که میتونی مسئله رو حل بکنی و اون آدمی که این فکر رو کرده لزوما آدم بعدی نیست یعنی یه هیولایی نیست که تصف فکر بشه اوکی من واقعا میخوام با آدم ها ضربه بزنم واقعا اون الگوریتم یه ظرفیتی داره توی علم فلسفه و علم کامپیوتر بهش علم هوش مصنوعی بهش میگن اپیستمیولوژیکال ادکوسی ادکو یعنی لحاظ شناختی یه ظرفیتی داره و همه الگوریتم هم اون ظرفیت اینو ندارن که یه مسئله پیچیده اجتماعی رو بیان نمایش بدن و مدل بکنن و بر بگردم به سوال شما ما باید همیشه خودمون سوال بکنیم منظورم ما یعنی اون کسایی که قراره که اون برنامه رو بنویسن مجموعه ای که دستن در کار تولید الگوریتم هوش مصنوعی در اپلیکیشن های مختلفا باید این سال اول بکنه آیا اون الگوریتم های موجود ظرفیت نمایش یا مدل کردن اون مسئله که قرار حل بکنیم و داره یا نه البته یه نفر ممکنه علاوه فلسفی بپرسه که آیا اصلا ما میخوایم که با تکنولوژی مسئله رو حل بکنیم اگه آره آیا ما این رو داریم یا نه اگر جواب همه اون دوتا بله بود ما حتما باید الگوریتم دنبال الگوریتم ها و مکانیزم هایی بشیم که بتونه تصمیمی که گرفته رو توضیح بده یعنی ما باید بگیم که اوکی چرا این تصمیم رو گرفتی از هوش مصنوعی باید توضیح بده که چه مراحلی بوده تصمیم رو گرفته و چه چیزی رو ما باید تغییر بدیم که مثلا تصمیم دیگه ای گرفته بشه یعنی باید وارد این گفتمان بشه هوش مصنوعی قابلیت اینو داشته بشه و واقعا میشه ادعا کرد که در حوزه‌ای که به زندگی آدم ها تاثیر مستقیم داره و تصمیمایی میگیره که واقعا میتونه پیامدهای ناگواری داشته باشه فقط لزوما مردن یا زنده بودن نیست تصمیم این که مثلا کی قرار وام بگیره یا نگیره <applause> اینها باید از الگوریتم هایی که نمیتونن تصمیمشون رو توضیح بدن خودداری کرد و قوانینی رو قوانین رو با پیشرفت تکنولوژی آپدیت کرد یعنی که بتونن بگن که اوکی این این اساس قانون استفاده از الگوریتمی کرد. مثلا چند الگوریتم ما الان توضیح دادیم بر قانون باید من بشه یعنی چون نمیتونه خوش توضیح بده و چون ساده سازی کرده <applause> خیلی جالب بود من این موضوع وام دادن من چند وقت پیش باش مواجه شدم توی سیستم بانکی هلند وقتی که شما درخواست میکنید که مثلا یک وامی از بانک بگیرید این بانک با سیستمایی توی دولت در واقع چک میکنه شما رو که آیا شما واجد شرایط دریافت وام هستید یا نه و اینکه چه الگوریتمی اونجا داره استفاده میشه برای اینکه تشخیص بده که چه کسی واجد شرایط دریافت لون وام هست یا نه این خیلی تعیین کننده است در سرنوشت اون شخص یا اون خانواده فرض میگیریم اگر که این الگوریتم طوری طراحی شده باشه که به زنان سرپرست خانوار که مثلا همسرشون رو از دست دادن و تنهایی سرپرستی خانواده هستن وام نده چون که به اندازه کافی ساپورت ندارن و به کافی نمیتونن ثابت کنه که اینها میتونن وام رو باز پرداخت کنن اگه معیار بانک برای وام ندادن این باشه که شما بر اساس محاسبات ساده ای که ما انجام دادیم یعنی اون الگوریتمی که چک میکنه ببینه که درآمد ماهیانه اون شخص چی هست بعد خرجش چقدره اجاره خونه ای که میده چقدره و هر چقدر که شما این معیارها رو کنار هم بچینید در نهایت به این نتیجه میرسید که بانک الگوریتمی طراحی کرده که به نفع خودش باشه نه به نفع کسی که به دنبال وام هست برای اینکه زندگیشو به چرخش در بیاره در نتیجه این خیلی مهمه که بدونیم این الگوریتم چه کسی طراحی کرده و این مفهوم موفقیت یا درست بودن یا کاربردی بودن اون الگوریتم به نفع چه کسی طراحی شده مثلا تو اون مثال معلم ها قرار بوده که هدف این بوده که مثلا از معلم های بعد معلم های بد رو به اصطلاح از سیستم آموزشی خارج بکنن که مثلا معلم های خوب فرصت بیشتری داشته باشن یا سیستم آموزشی تسی بشه اما نتیجه این شده که معلم های خوب اخراج شدن به دلیل اینکه توی محله فقیرنشین درس میدن اینها خیلی در سرنوشت آدم ها تاثیر میذاره وقتی در ابعاد بزرگ آدم بهش نگاه میکنه و واقعا خیلی مهم است و خیلی ممنون از شما به خاطر توضیحاتتون و مثال های دقیق که زدید چون که خیلی توجه آدمی جلب میشه به اینکه خب ما هر روز اجزای دیگری از زندگیمون داره با هوش مصنوعی در واقع تصمیم گیری میشه شاید خوب باشه کمی راجع به این موضوع صحبت کنیم چون توی علم کامپیوتر احتمالا همه اینا توی بکن داره اتفاق میفته همه اون اون پشت پرده داره همه این محاسبات همه این الگوریتما اون پشت پرده است یعنی شما مثلا تو بانکتون میرید درخواست وام میزنی یه اتفاقاتی اون پشت میفته و شما نمیدونید که دقیقا بانک داره چجوری شما رو ارزیابی میکنه و ندونستن این چه بسا اون بحثی که شما گفتید آدیت شدن یا بررسی این که این الگوریتم بالاخره چگونه داره کار میکنه باید توضیح بشه داد که این الگوریتم چه چیزی رو داره دقیقا بررسی میکنه شاید یکی از پاسخهایی باشه که میتونیم ما به این وضعیت چالش برانگیز بدیم به این ارورها و این خطاهایی که وجود داره و میتونه برای واقعا در ابعاد بزرگ همونطوری که خود کتی اونیل میگه کشتار جمعی مثل یک سلاح کشتار جمعی عمل کنه یعنی سرنوشت زندگی آدم ها رو واقعا زیر رو کنه کمی راجع به این توضیح بدید یعنی شاید مثلا مفهوم اوپن سورس پاسخ که یعنی همه این کد ها و همه این الگوریتم ها باید یه جورایی مثلا مثل ترانسپرنت و شفاف سازی بشن و اینکه توضیح داده بشن که اینا چگونه دارن عمل میکنن مثلا آیا این میتونه پاسخ باشه چه پاسخ برای این وضعیت ارائه میشه یعنی چه کسانی چه پاسخ ارائه کردن okay. uh, سوال خیلی خوبیه و این سوال خیلی جوابش بسته به آدمی داره که جواب میده است. Hmm. Uh, من حالا جواب میدم یعنی بستگی به ایدئولوژی داره که طرف داره بعد ممکنه شما پنج متخصص هوش مصنوعی اینجا دعوت بکنین و این پنج نفر جواب متفاوتی بدن جواب من جواب تکنولوژیکالی نیست طبیعتا ولی میرسم بهش ولی قبل از اینکه به جواب سوال شما جواب بدم یه نکته که توضیح دادین من دوستم یه ذره بیشتر توضیح بدم در مورد این مسئله بانک که گفتین و مسئله ای که وام مثلا وامی که زدین اگر الگوریتم نباشه طبق قوانین مثلا انگلیس اگر بیای تبعیض بکنی بر اساس جنسیت بر اساس سن و خیلی کرکترهای دیگه تبعیض بکنی برای تصمیم گیری خلاف قانونه و همچین چیزی امکان نداره ولی این مفهوم نیست که عملا انجام نمیشه دیگه اگر الگوریتم پنهان شده باشه یا مثلا یه همچین مثالی خیلی راحت میتونه از از زیر دست آدمها در بره و طبیعتا اودیت کردنش خیلی مهمه ولی حتما باید تو قانون باشه که اون, اون، اولی اودیت بکنه که حالا بعد بیایم ببینیم مکانیزماش چیه و حتما باید این مفهوم این که این بانک این نهاد این شرکت مسئول کاری که انجام داده باشه مفهوم مسئولیت اینجا مهمه و به این سادگی هم نیست به خاطر اینکه کوچه مصنوعی یک،, یک سیستم پیچیده است و آدم زیادی نهادهای زیادی توی یه توسعه یک سی، سیستم هوش مصنوعی دخیلا در نتیجه انگشت تو بذاری که بگی اوکی این سیستم اشتباه شد به خاطر این, پا... این قسمتش به خاطر اون قسمتش کار پیچیده ایه به خاطر همین آدم هایی که دستن در کار اینن میان میگن که من نبودم اون یکی بوده یا اصلا ما نمیدونستیم اینا ترتیب تر... 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 چی بهش میگن روابطشون خیلی مبهمه روابط منظورم دست که سیستم های موجود در هوش مصنوعیه <تصفح> یا اینکه چون هوش مصنوعی تصمیماتی میگیره که از قبل مشخصا براش برنامه ریزه نکرده مثلا اون, اون مثالی که شما آوردین که استاد دانشگاه از در رد نمیشد طبیعتاً که براش ننوشتن که اصلا آدم سیاه پوست نباید از در رد بشه بله. بعد طرفی که اون برنامه رو دیولوب کرده میگه که به من چه من, من که ننوشتم اینو یعنی از زیر بار مسئولیتش در میره ما این مسئله که ما باید مفهوم مسئولیت رو برای آدم هایی که هوش مصنوعی آدم ها نهاد ها که دستن در برای توسعه هوش مصنوعی به رسمیت بشناسیم خیلی مهمه باید یعنی چیزی که انگشتمون رو روش بزنیم و ازش خارج نشیم مفهوم این که آدم ها باید باشن برای تاثیرات مستقیم یا غیر مستقیم و این خیلی چیز عجیبی نیست توی قانون مثلا تو آدم سگش رو بره بیرون بگردونه اگه سگ, سگ ب... یه نفر رو گاز بگیره کسی ن... نمیتونه بگه که اوکی تقصیر من نیست سگ گاز گرفته نخ... تو مسئول سگتی این این چیزها قبلا توی قانون وجود داشته و ما میتونیم از اون از استفاده بکنیم و قانون رو گسترش بدیم چرا این اتفاق به کندی انجام میشه چون طبیعتا شرکت های تکنولوژی سود خیلی زیادی دارن برای اینکه پاسخگو نباشن نسبت به پیامدهای های ناگواری که تصمیم گیری هاشون برای زندگی مردم داره ولی چیزیه که خب در جریان آدم ها های خیلی زیادی روشن فکر و محققین خیلی زیادی روی موضوع دارن کار میکنن و من برمیگردم الان به سوال شما که گفتین راهحل حل چه طبیعتاً اوپن سورس بودن خیلی مهمه اینکه همه دست همه آدما دسترسی برابر داشته باشن به چیزهایی که تا الان دیولپ شده یعنی به دست اومده در توسط بشر اینکه ما تلاش بکنیم الگوریتم هایی که بسازیم که قابلیت الاز تکنولوژی که قابلیت رو داشته باشن که توضیح بدن علمی که خیلی اتمان در هوش مصنوعی الان محبس داغه explainable یا یعنی هوش مصنوعی که بتونه خودش توضیح خود بده کنفرانس های زیادی برش وجود داره خیلی موضوع داغی که آدم ها روش کار بکنن اما اگر هوش م... اگر اوپن سورس بشه تمام الگوریتم هوش مصنوعی تمام کاروبار این شرکت بزرگ تخته میشه یعنی <laughs> کپیتالیزم نمیتونه زنده بمونه اگر تمام نالج و اطلاعات رو ذخیره بکنه کپیتالیزم بر واجه ا... اسکارسیتی فارسی میشه اینکه یه چیزی کمه یعنی میاد یه بازنمایی میکنه که میگه که فلان ریسورس کمه حتی واقعا هم کم نیست ولی میاد میگه کمه در نتیجه آدم ها سرش رقابت میکنه یعنی برای این مفهوم سواره در نتیجه من فکر میکنم که این سوال شما با راحل های تکنولوژی یا محدود نداره راهل های فراتر از راحل های تکنولوژیک داره خیلی ممنونم بحثتون واقعا فوق العاده بود و من خیلی یاد گرفتم ازش سوالات خیلی زیادی دارم طبعا خیلی چیزهای دیگه ای هستن که دغدغه خودم هستن و دوست داشتم باتون در میون بذارم از انواع کار، کاربردهایی که هوش مصنوعی داره ولی خیلی جالب بود و متوجه میشیم که به محض اینکه میخوایم راجع کار به کارکرد هوش مصنوعی و چالش هاش صحبت بکنیم مجبوریم که از زمینه های دیگر مطالعات انسانی از روانشناسی از فلسفه از اخلاق و همه اینها کمک بگیریم در نتیجه یک یه نوع همبستگی ذهنی نیاز هست بین این رشته های مختلف انسانشناسی که کنار هم بیان و بتونن پاسخی به این جالش ها بدن چون به این بار صرفا همه بردوشه هوش مصنوعی نمیتونه باشه و معقول نیست که باشه و جایی نیست هوش مصنوعی همچنین برای پاسخ این سوال اتفاقا هوش مصنوعی نیاز داره که از نتایجی که این زمینه های دیگه میگیرن از این ماجرا استفاده بکنه که بتونه همین ها رو به عبارتی عادلانه‌تر بکنه نه به جای اینکه خیلی دقیق تر بکنه چون الان مفهوم دقیق بودن یک چیز ظاهرا خیلی مهمه ولی در کنارش مفهوم عادلانه بودنش هم به همون اندازه و چه بسا بیشتر مهمه چه بسا گاهی کمتر دقیق بودن و بیشتر عادلانه بودن در نهایت خروجی بهتری به ما میده و همونطور که گفتید این بستگی داره که چه کسی الگوریتم رو نوشته تعریف اون کسی که الگوریتم نوشته از موفقیت چی هست و اینکه این, الگوریتم ها چگونه زیر نظر گرفته بشن و تصدیب بشن خیلی ممنون درک خیلی روشنتری به ما دادید از این موضوع بسیار مهم هوش مصنوعی امیدوارم مخاطبانمون هم از این گفتگو استفاده کرده باشن و سود برده باشن من خیلی از شما مختم. یک بار دیگه ازتون سپاسگزارم به خاطر شرکتتون تو این گفتگو پذیرش دعوت ما و امیدوارم باز هم بتونیم با هم در این رابطه صحبتهایی بیشتر بکنیم اگه نکته دیگه ای دارید در پایان لطفا بفرمایید پیش از اینکه ما این اپیزود رو به پایان ببریم فکر میکنم بهترین جنبندی رو خودتون کردین اینکه هوش مصنوعی تنها در صورتی ما میتونیم هوش مصنوعی رو دو جامعه استفاده بکنیم اینکه همه پیامدهایی که تا اونجا که میتونیم به پیامدهاش در جامعه فکر بکنیم قبل از اینکه اون رو در جامعه ایمپلمنت بکنیم اجرا, اجرا, بکنیم باید به پیامدهاش فکر بکنیم و تنها حالتی که این کار رو انجام میدیم اینکه به تمام ساختارها یه اجتماعی سیاسی که وابسته است به اون فکر کنیم و آدمها یا نهادهایی که بهش دخیلن رو باهاشون همکاری بکنیم و خیلی ممنونم که منو دعوت کردین که من بتونم در مورد حرف بزنم خیلی ممنون گفتگوی فوق‌العاده‌ای بود اگر که از این پادکست لذت بردید اونو با دوستانتون به اشتراک بگذارید پادکست ایران اکادمیا رو میتونید بر یوتیوب ایران اکادمیا ببینید و بر روی پادکست خانهای مختلفی دنبال کنید و مشترک بشید شب روز خوش و بدرود.